درود بر بینندگان عزیز، درود بر ملت بزرگ ایران و درود بر روان همه جانباختگان در راه ایران زمین. من اسدالله نصر اصفهانی هستم و برنامه جبهه هماهنگ مبارزان ایران و شورای نجات و امروز در خدمت جناب آقای منوچهر یزدی، سخنگوی حزب پانینالیست، و جناب سرهنگ بهروز سرشار، سخنگوی سازمان پیام برای دموکراسی، از سازمان‌های عضو جبهه هماهنگ مبارزان ایران تقدیم حضورتون. جناب یزدی، تشریف دارین در برنامه؟ بله، درود عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیز. امیدوارم در خدمتتون نشست مفیدی داشته باشیم. بسیار سپاسگزار از اینکه دعوت منو در این مدت کوتاهی که عرض خدمت پذیرفتید و در این برنامه شرکت کردین. البته بینندگان با چهره سیاسی جنابعالی کاملا آشنا هستند و حالا امروز فرصتی خواهد بود که این روحیه ناسیونالیستی حزب پانینالیست و جنابعالی اینجا واقعا در دید عموم بگذارید. جناب سنگ سرشار، جنابعالی در برنامه تشریف دارین؟ با درود حضور جناب عالی، جناب دکتر یزدی و بینندگان ارجمند. بسیار متشکر، سپاسگزار. عرض کنم که همینطوری که قبلا عرض کردم در هفته گذشته خدمت بینندگان، این مسئله بیانیه‌ای که این ده حزب به قول خودشون کسانی که میخوان ایران نجات بدن ولی با عبارات بسیار فریبنده وارد کار شدن و تفاهم نامی رو مطرح کردن و اعلام کردن، در واقع به قول یکی از همیهنان ما، اینا اتحاد کردن برای تجزیه ایران. عرض کنم که این است که ما در این هفته و هفته آینده و دو هفته بعدم به علت اهمیت موضوع این برنامه تلویزیون رو به این کار اختصاص دادیم که واقعا مردم ایران کاملا آگاه بشن که واقعیت چیه و این اتحادهایی که به وجود میاد بر چه پایه و اساسی هست. من قبل از اینکه وارد برنامه و سوالات مشخص از دوستان بشم، خواستم اولا اینجا به اطلاع همیهنان برسانم که این موج عظیمی که در ایران شروع شده از دیما الان به مرحله واقعا بسیار امیدوارکننده ای رسیده و اون مسئله این اعتصاب کارگران واقعا دلیر نیشکر هفت تپه است که دارن به سرعت با یک کار اصیلی دارن انجام میدن و این رهبر این کارگران آقای علی نجاتی، امیدواریم که بتواند با اون چیزهایی که در نظر داره و روحیه ملی گرایی که داره بتواند کار رو به ثمر برسونه و مثل اینکه این فعالیت این گروه از کارگران بسیار مثمر اثر بوده و یه موج بزرگی داره در داخل کارگران دیگه ایجاد میکنه. امیدواریم که این کار با دخالت عوامل اطلاعاتی نبوده باشه و این انسان‌های شریف کارگری که در نیشکر هفت تپه دارن مشغول کار هستن و دارن این کار رو به یک به اصطلاح موج سیاسی تبدیل میکنن موفق بشن. مسئله دیگری که خواستم خدمت بینندگان عرض کنم قبل از این مسائل اساسی سیاسی، در مورد این زلزله اخیری است که دو مرتبه در کرمانشاه واقع شده. همونطور که اطلاع دارن در سال گذشته در همین زمانها یک زلزله بسیار بزرگی در غرب ایران واقع شد که با شدت 7.3 ریشتر بود که بسیار بالا بود. در نتیجه به علت نبودن ساختمان‌های مناسب در حدود 620 کشته داد و در حدود بیش از 12400 نفر هم مصدوم شدن و اصلا مهمتر 100 هزار واحد مسکونی از بین رفت. امسال هم اخیراً دو مرتبه یک زلزله دیگری با شدت 6.4 ریشتر آمده که البته مثل اینکه خوشبختانه تا آماری که الان
وجود داره تلفات جانی نداشته، ولی صدمات بدنی زیادی وارد شده و بسیار در بیمارستان هستن. این است که من از سوی جبهه هماهنگ مبارزان ایران همدردی خودمونو و این جبهه رو به ملت ایران و به خصوص کسانی که در این منطقه ساکن هستن و آسیب دیدن عرض میکنم. البته مثل گذشتم این همیاری مردم مثل سال گذشته بسیار چشمگیر بود. بنده مجبورم دو مرتبه یک تذکر دیگری خدمت یادآوری خدمت بینندگان عزیز بکنم و اون این است که چرا ما این برنامه رو به این ترتیب دو مرتبه داریم تکرار میکنیم، یعنی تکرار موضوع، و اون این است که همونطوری که در مقدمه اشاره کردم 10 حزب مختلف هستند که اینها اومدن به صورت یک تفاهم نامه ای اعلام کردن که با هم دارن همکاری میکنن و در هر صورت نیت های ظاهریشون این است که با از طریق نافرمانی مدنی میخوان وارد معرکه بشن و به عنوان هدف نهایی براندازی مسئله رو عنوان میکنن، ولی خب مطالب بسیار ضد و نقیضی در این بیانشون وجود داره. ولی مهم این است که یه عده ای از بینندگان در داخل کشور تلفنی و ایمیل فرستادن که شما وقتتون رو تلف نکنید برای این قبیل مسائل، برای اینکه اینها عددی نیستن و تعدادشون هم بسیار کم هستن و از این قبیل مطالب. یکی دیگه دوستان از اونجا ایمیلی فرستاده که اینها خودشون برنامه های متعددی دارن، مثلا یکی از طریق رادیو و تلویزیون برنامه حقوق بشر در بلوچستان داره پیاده میکنه، در یه برنامه دیگه که اسمش از آذربایجان به ترکی پخش میکنه که شامل رضاییه و تبریز و اردبیل و زنجان و همدان اینا رو به عنوان ممالک آذری عنوان میکنن و برنامه در مورد اینا پخش میکنن، و یک گروه فرشگرد هم اسمش گذاشتن فرشگرد و همینطور برنامه از طریق کردی داره پخش میشه. از این رو ضرورت درسته که اینا عدد کمی نیستن، ولی اینها به تدریج داره یک در این برنامه ها و فضای مجازی داره جا اندازی میشه با توجه به اینکه اینها غالبا ریشه خارجی داره و مردم اصیل ایران هیچگاه دنبال تدریج طلبی نیستن. بنابراین با توجه به این که گفته میشه هیچ وقت نباید دشمن و حقیر و بیچاره شمرد، با اینکه تعداد اینها کم هستند ولی ممکنه اثرگذار باشه با این برنامه‌های تلویزیونی که دارن، این است که ما مجبوریم در مقابل اینها فعالیت نشون بدیم. این است که کارهایی که در جبهه داره انجام میگیره، یکیش علاوه بر این برنامه تلویزیونی هفته گذشته، این برنامه امروز هست در همین زمینه و همینطور یک آگاهی نامه سراسری از طرف کمیته آگاهی نامه جبهه تهیه شده، به امضای مشترک تعدادی از سازمان ها رسیده و امیدوار هستیم که این بیانیه رو علاوه بر اعضای سازمان هایی که عضو جبهه هماهنگ مبارزان ایران هستن به تایید بسیاری از سازمان های دیگر هم برسونیم و به عنوان یک عکس العمل شدید در مقابل این بیان 10 نفری انجام بگیره. البته و در 2 هفته آینده باز این برنامه رو ما پیگیری خواهیم کرد. همزمان سازمان های دیگر هم در این زمینه فعالیتی کردن، گام های بسیار ارزنده برداشتن، از جمله این پژوهشکده مطالعات ایران در کانادا یه اعلامیه تاریخی در دست تهیه داره که هنوز چون قطعی نشده بنده از ذکرش خودداری میکنم، ولی در آینده نزدیک این هم به صورت یه اعلامیه بزرگ خدمت ملت ایران تقدیم خواهد شد. اینها مطالبی که در این تفاهم نامه نوشتن بسیار ضد و نقیضه، چون از یه طرف میگویند که ما نافرمانی مدنی انجام میدیم، در صورتی که بسیاری از این سازمان ها قبلا و رسما اعلام کرده بودند که میخوان از طریق جنگ مسلحانه براندازی را انجام بدن.
ولی اونچه که قبلا نشون داده شده بعضی از این سازمان ها رسما هم اعلام کرده بودن که ما دنبال جدایی طلبی هستیم و خواهان استقلال هستیم. مهمش این است که اینها به جای اینکه از کلمه ایرانیان استفاده بکنن و اینکه هر منطقه رو جدا کنن از بقیه، اسمش گذاشتن ساکنین ایران. به کار بردن لغت ایرانیان که یک در برگیرنده یک ملیت هست و یک به اصطلاح مفهوم حقوق خاص داره از اون خودداری میکنه. و بعد از همه مهمتر اون چه که به هیچ وجه از نظر میهن‌پرستان قابل قبول نیست، به کار بردن کلمه ملیت های فارس و ترک و کرد و عرب و بلوچ و ترکمنه. یعنی واقعا با قرار دادن فارس هم داخل یکی از این ملیت ها به قول خودشون خواستن که نشون بدن که در داخل ایران به جای اینکه یک ملت باشه ملیت هاست، و در نهایت خواستن که یک سیستم عدم تمرکز سیاسی به وجود بیاد، یعنی در داخل هر استانی یک حکومت خودمختار یا خودگردان به وجود، حداقل خودگردان به وجود بیاد. حالا من برمیگردم خدمت جناب آقای یزدی، سخنگوی حزب پانیرالیست ایران، جناب منوچهر یزدی. جناب یزدی، من قبل از اینکه سوالات اساسی در این زمینه که صحبت کردم مطرح بکنم، چون به طوری که در خبرها منتشر شده بود، جنابالی و دوستانتون خواسته بودین برای بزرگداشت یک پادشاه میهن‌پرست، یعقوب دیس صفار، برین برایش یه یادبودی، یه بزرگداشتی برقرار بکنین. میخواستم خود جنابالی قربان داستان رو بفرمایید تا بعد بریم به سوالات اساسی سیاسی. سوال جالبی سعی دکتر، اتفاقا بی ارتباط با مسائل مطروحه از سوی جنابالی نیست. این هم بخشی از اقداماتی که پانیست در ایران داره اعمال میکنه، انجام میده، به دلیلی که ما خطر تجزیه طلبی رو کاملا احساس کردیم. یعنی حس میکنیم در داخل کشور راه رو برای این افراد متجاوز به حقوق یک ملت باز گذاشتن، و چیزی که در اینجا مظلوم واقع شده و مخفول باقی مانده واژه ایران و ملت ایرانه. به این دلیل در حزب پانیرالیست یه برنامه انجام شد به نام سلام ایران. سلام ایران معنیش این بود که ما برگردیم به میراث تاریخی ایران، به مفاخر ملی این سرزمین و آنچه که برای ما اون تمدن باشکوه و اون فرهنگ ایرانی رو ساخت، اینا رو یه بار دیگه مرور کنیم و شخصیت‌هایی که در این زمینه نقش داشتن بهش بپردازیم. چون دقیقاً این کاری است که از سوی دو جریان نقد میشه، یک از سوی جمهوری اسلامی که با میراث ملی و مفاخر ملی ما مخالفن، مثل این کوروش کبیری که شما ملاحظه کردید که رفتن مردم اونجا و واکنش رو دیدید، و یکی تجزیه طلب‌ها که در استادیوم های کشور، در تبریز، در اهواز یا پرچم بیگانه رو بلند کردن یا فحش دادن به کوروش بزرگ، بد و بیرا گفتن به رضا شاه، خلیج عربی مطرح کردن. اینا اتفاقاتی که در داخل کشور داره میفته جلوی چشم باز سیستم های امنیتی و اطلاعاتی کشور. اینا دیگه نه روایت است و نه تاریخ است و نه تحلیل، هیچ یک. اینا به طور عینی و آشکار داره میشه. بنابراین یکی از اقدامات ما در برابر این ایران ستیزی ها این بود که به سراغ این مفاخر بریم. اولین بار به سراغ امیرکبیر در کاشان رفتیم و در اونجا از این مرد تجلیلی شد. بعد در آلاش رفتیم، از رضا شاه تجلیل کردیم، و سومین پروژه ما یادآوری شاهنشاه ایران زمین بعد از حمله اعراب به ایران، یعقوب لیث صفاری. خب ایده تدارک دیدیم و رفتیم. وقتی که به دسفور رسیدیم، به ایده درود
20 نفر ما بودیم، از شهرستان مسجد سلیمان و از شیراز هم چند نفری اومدن، مجموعه 30 نفر شدیم و نمیخواستیم هم خیلی سر صدا بشه، میخواستیم نتایجش بازگو بشه و بازتاب داشته باشه. به دوراهی از دسفول که خارج شدیم، به دوراهی به طرف آرامگاه که رفتیم، دیدیم راه رو بستن و دو تا مامور لباس شخصی آمدن. من ماشین اولی سواری بودم، بقیه سواری ها پشت سر من بودن. بلافاصله قبل از هر کاری دست کرد توی ماشین و سویچ ماشین رو در آورد و گفت کارتای ملیتون و موبایلتون رو بدید. خب اعتراض کردیم، گفتیم شما کی هستید؟ شما هم کارتتون رو نشون بدید. خب نشون میدم. بر اینجا بحث شد، ما اصرار کردیم و اونا انکار داشتن از اینکه خودشون رو معرفی کنند که ما قاضی بیامون جلوی ما رو گرفتید، شما نه لباس رسمی درتونه، نه معرفی نامه دارید، نه کارتی دارید، ما برای چی باید به شما کارت بدیم؟ در نتیجه بلافاصله این چون بس قدری طولانی شد، تلفن زدن. وقتی که کارتاشون اومدن، یک دی نیروی مسلح از نیروی انتظامی اومدن، لباس شخصی اومدن و به هر حال بیامون رو پر کردن از این کارتای شناسی و هویت‌های خودشون و ما به ناچار دادیم. به دوستان جوانان گفتم که درگیری ایجاد نکنید، بگذاریم ببینیم چی پیش میاد. من رو از ماشین پیاده کردن، گفتن آقای عزیز شما حکم بازداشتتون صادر شده. گفتم برای چی؟ به چه اتهامی؟ گفتن که شما جمع کردید آدم ها رو، میخواد برید در آرامگاه یعقوب لیس و همون بازی که در پاسارگارد انجام دادید در اونجا تکرار کنید. گفتیم خب این چه اشکالی داره و چه تضادی با منافع جمهوری اسلامی داره؟ ما مگه یعقوب لیس کار غیری کرده؟ کاری که شما امروز دارید با سلمان میکنید، خب یه روزی هم یعقوب لیس با خلیفه عباسی کرده، به هر حال هر دو مبارزه است. گفت نه، به هر حال این اینا حرفه و ما نمیذاریم شما برید. و گفتیم خب ما باید چیکار کنیم؟ گفت که شما به دوستانتون بفرمایید اعتراض نکنن، با ما برگردن به هتلتون، ما ببینیم چه کنیم. خلاصه ما رو تحت الحرس بردن به هتل و در اونجا بازجویی شروع شد. 6 ساعت تمام از تک تک دوستان ما بازجویی کردن و اوراقی آوردن، سوالاتی کردن، سوالا رو پر کردن و از اشخاص میخواستن تعهد بگیرن که دیگه این کار نکنن. هیچ کس زیر بار چنین تعهدی نرفت، تعهدی داده نشد و تأکید بر این بود که ما برای رفتن به شهرهای کشور خودمون نه به مجوز نیاز داریم نه به ویزا. به هر حال بعد از 6 ساعت بازجویی و اهانت‌ها، رفتارهای غیر منتظره و غیر متعارف، عاقبت گفتن به یک شرط ما موبایل ها و کارت های ملی شما رو پس میدیم که از همینجا مستقیم برید به ایستگاه راهن و سوار شید و برگردید تهران. به هر حال من مسئولیت همه کارهای اینا رو قبول کردم، اون برگر هم با جویارم پاسخ دادم و خودشون فرستادن بلیت گرفتن، ما رو تحت الحفظ روانه ایستگاه راهن کردن و برگردیدن تهران. منتها موبایل من رو به من بر نگردوندن و گفتن موبایل شما را میفرستیم به وزارت اطلاعات در تهران که شما در اونجا پاسخگو باشید. و به این صورت مانع بزرگداشت از مردی شد که همه وجودش برای ایران، برای فرهنگ ایران، برای استقلال و تمامیت ارض ایران در برابر عناصر بیگانه ایستاده بود و در این راه جان خودش را تقدیم کرد. بسیار متشکر جناب یزدی. البته این خدمت جناب‌عالی میهن پرستیتون در تاریخ اپوزیسیون به یادگار خواهد ماند و ضمناً خب یه برگ سیاه دیگری به این تاریخ جمهوری اسلامی افزوده شد. سوال بعدیم از جناب سهین سرشاره که قبل از اینکه وارد ماهیت این تجیه طلبی ها بشیم، چون اینها اینجا و اونجا عنوان کردن که جمهوری مثلا انواع حکومت در آینده عبارت است از پادشاهی یا جمهوری و بعدم جمهوری فدرال و جزء نظام ها اینها عنوان کردن.
آیا اصولا در این طبقه بندی به این صورت از نظر سابقه حقوقی و یا اسمش بذاریم علمی درسته یا این یه چیز کاملا اختراعی خود؟ تقسیم انواع حکومت به پادشاهی، جمهوری و جمهوری فدرال به نظر من این به طور طبیعی در طی دوران تحولات بشر این حکومت ها و بستگی به فرهنگ و عادات و آدابی که هر ملتی پیدا کرده به مرور زمان حکومت قابل دوامی از انواع مختلف پیدا شده و مونتسکیو در روح القوانین میگوید که هر ملتی لایق حکومتی است که داره. اگر فرض فرمایید در آلمان حکومت جمهوری فدرال کارساز بوده، این دلیل این نمیشه که برای ایران و ملت ایران این نسخه جالب و قابل اجرا و مفید باشه. اما برسون برسونم که در مورد ایران ما باید بررسی کنیم اولا تاریخ ایران رو و بعدم با توجه به مسائلی که در 100 سال گذشته حداقل در ایران رخ داده ببینیم که به چه ترتیب و به چه نحو و به چه نوع حکومتی رو میتوانیم بگیم که بهترینه برای ایران. بسیار متشکر، سپاسگزار. جناب یزدی، من چون سوالات زیاده، وقتم محدود، الان دو تا سوال رو همزمان خدمتتون مطرح میکنم که راجع به هر دو به هم ارتباط داره، اینو بیان مطلب بفرمایید. و اون سوال بنده، پرسش من این است که این سابقه فدرالیسم اصلا در ایران و وارد شدن این واژه در ادبیات سیاسی ایران منشأش چیه و آیا اینا واقعا منظورشون کنفدراسیونی دارن به عنوان فدرالیسم مطرح میکنن؟ و دیگه این که این سابقه برنامه تجزیه طلبی در ایران که الان اشاره کردن جناب سرشار و خاورمیانه و نقش و در واقع منفعت کشورهای بزرگ غرب و یا شرق فرق نمی‌کنه در تجزیه ایران و طرح‌های متعددی از جمله طرح معروف برنارد لوئیس که حالا بعضی از هموطنان ما واقعا دست برنارد لوئیس هم از پشت بستن در این زمینه. می‌خواستم در این زمینه مطلب بفرمایید که بعد من برگردم به اون سوال اصلیم که خدمت می‌خوام مطرح کنم. ایران یک شرایط غم‌انگیزی داره می‌گذرونه و واقعا شرایط کاملا استثنایی است. اون که تحت عنوان این واژه هایی که پرداخته میشه بهش و عنوان میشه در محافل مختلف سیاسی و اجتماعی و ژورنالیستی و نوع حکومت ها رو برای ما رقم میزنن، حالا یا فدرالیسم رو مطرح میکنن یا انواع حکومت های دیگر رو، اینا در فرهنگ ایران زمین وجود نداشته. اینا حاصل برخوردهای نظامی سیاسی در اروپا بوده و جنگ منطقه‌ای که خودشون با هم دیگه داشتن، کشمکش‌هایی که در اروپا وجود داشته و اختلافات سرزمینی که با هم داشتن و عاقبت بعد از جنگ‌های طولانی حتی بعد از جنگ جهانی اول اینا به یک قاعده‌ای رسیدن، به حکومت‌هایی رسیدن که هر جایی بر اساس اقتضای جغرافیایی و سیاسی و اقتصادیش یک نوع انتخاب کردن. همین فدرالیسم که جناب علی بهش اشاره فرمایید، به هر حال ببینید فدرالیسم عبارت از اتحاد، خود واژه یعنی اتحاد، اتحاد چند ایالت یا چند کشور به هم دیگه و ایجاد یک واحد سیاسی بزرگتر. ببینید رسیدن از تکثر به وحدت، از کثرت به وحدت، یعنی
واحدهای کوچیک کوچیک کنار هم جمع میشن و یک کشور بزرگتری رو تشکیل میدن، اسم میذارن حکومت فدرال. حالا قوانین داخلی فدرال هم فرق میکنه، چون ما فدرالیسم اروپایی داریم، فدرالیسم امریکایی داریم، اینا با هم دیگه فرق میکنه که چه نوع اختیاراتی به هم دیگه میدن، جزء قوانین و قراردادهای خودشون هست با هم دیگه. اما در ایران این حرف اصلا موضوعیت نداره. آیدتون ببینید، یک کشوری که دارای یک سابقه تاریخی بسیار طولانی بوده، در بدنه این کشور یک ملتی زندگی کرده که این ملت عبارت بوده از تیره‌ها و اقوام گوناگونی در کنار هم قرار گرفتن، با هم زندگی رو ساختن، با هم مدنیت رو به وجود آوردن، در اثر تلاش‌های بسیار به یک فرهنگ والایی دست پیدا کردن، یعنی به یک زندگی شکوفا و مترقی دست پیدا کردن. این ملت با کشورهای دیگر، با جوامع اجتماعی سیاسی اروپا و آمریکا قابل مقایسه نیست. ما اساساً اعتقاد داریم که در دنیا 4-5 تا ملت بیشتر وجود نداره. ملت رو با اینگونه تعریف میکنیم که عبارت از تیره های اجتماعی از گذشته های بسیار دور که مثل حلقه های زنجیری همدیگه گره خوردن و ارتباط داشتن. این تیره ها و این اقوام از گذشته های بسیار ناشناخته دور تا امروز و تا فردا، تا آینده کشور، اینها به همدیگه ملحق شدن، اینا با هم دیگه زندگی رو ساختن که ما این حلقه زنجیر انسانی رو در بستر زمان واژه خون بهش تلقی میکنیم. در عرصه جغرافیایی که اینها شکل گرفتن بهشون خاک لقب دادیم، یعنی پیوند خاک و خون یک پیوند بسیار شکوهمندی بوده، برای که آثاری که از این پیوند به وجود اومده همین فرهنگ بزرگ است، همین تمدن ایرانی، همین تمدن کهنسالی است، همین چیز فرهنگی است که از دلش اعلامیه حقوق بشر در آمد، فرهنگی است که از دلش تخت جمشید در آمد، فرهنگی است که کوروش رو خلق کرد، داریوش رو خلق کرد. این عظمت رو بسیاری از کسان نمیتونن ببینن که در رأسش ابتدا بلشویک ها بودن. بلشویک ها فکر کردن که برای رسیدن و برای اون تفکر با استعماری که داشتن، آمدن برای قوم ها تعریف کردن، تفسیر جدید به وجود آوردن. اولا قوم ها رو پیدا کردن گوشوکار در منطقه و برایش تعریف درست کردن، تعریف تاریخی، و بعد برایش سنگفتن آقا هویت شما ایناست و تا به حال اگر شما نمیدونستید بدانید شما پانترک هستید، شما پانکورت هستید، شما پان عرب هستید. این واژه ها متاسفانه از آکادمی های بار اول در اتحاد جماهیر شوروی به وجود اومد و در کشور ما هم رخنه کرد، مثل همه جای دیگه، در آفریقا هم رفت، در آسیا هم رفت، به کشور ما هم آمد. منتها هر جا که رفت، این خدمتون عرض کنم، در ایران با قدرت باش مواجه شد از سوی ملت ایران. ببینید در جریان جنگ دوم جهانی همین تحفه تجزیه طلبی بود که برای ما قاضی محمد درست کرد و در طریق دومت رو خلق کرد. و همجا باید بگم که با اینکه دستمایه سیاست خارجی بود و اتحاد جماهیر شوروی، مسکو و آقای استالین رسما نامه نوشت برای آقای باقروف و ایشون رو مأمور یک ایجادی پروژه این شکلی برای جدایی آذربایجان کرد، ولی ببینید به محض اینکه روسیه اتحاد جماهیر شوروی با ایران به توافق رسید که لشکرش رو بیرون کرد، همین فرقه دموکرات به دست مردم سرنگون شد. در اونجا تعداد قبل از اینکه ارتش وارد شهر تبریز بشه، اینها به وسیله مردم کنفکون شدن و منهدم شدن.
این کار در کردستان به وجود اومد. قبل از اینکه ارتش از اونجا خارج شه، مردم در برابر قاضی محمد ایستادن. جامعه ایرانی فرهنگ خودش رو میشناسه، ارزش‌های تاریخی و ملی خودش رو میدونه و در مقابل این داستان‌ها ایستاده. ولی اونها ولکان معامله که نبودن، برای تضعیف نظام پادشاهی که خودش ارتباط مستقیم با این نظام شکوفا داره. ببینید در سر راه رضا شاه، در سر راه محمد رضا شاه چه مشکلاتی ایجاد کردن. شما به عنوان یک عنصری که در مسائل سیاسی کشور و امنیتی آگاهی دارید، کاملا واقف هستید که گروه های چپ همیشه در عراق اون روز، در کردستان عراق پایگاه داشتن، از اونجا می اومدن به ایران و خانه های تشکیل می دادن. شرکای فدایی خلق، مجاهدین خلق و گروه های مختلفی که مخالف این نظام در کشور بودن و این قدرت و این عظمت و این وحدت ملی بودن، جای دیگه پرورانده می شدن، ولی پایگاهشون کردستان عراق بود و از اونجا سرازیر می شدن به ایران برای از هم پاشیدن نظم شکوهمند موجود در اون کشور. بنابراین اون چی که در کشور ما اتفاق افتاده تحت اون عناوین مختلف حکومت‌ها و نوع حکومت‌ها، در منشأش در گذشته از روسیه بوده، از انگلستان بوده، با تأسف باید عرض کنم که امروز از امریکاست. فقط یک اشاره کوتاه بکنم و فرصت رو بدم به جمع سرهنگان، این است که دو روز گذشته نامه از کنگره امریکا به وزارت خارجه امریکا ابلاغ شده که کنگرسمن کالیفرنیا پیشنهاد داده به وزارت خارجه که شما بایستی آذربایجان ایران رو ملحق کنید به آذربایجان شمالی، برای که 15 میلیون آدم در اونجا منتظرن. این نامه رسمی اعلام شده، بازتاب داشته. یک عضو کنگره امریکا نامه بنویسه وزارت خارجه و پیشنهاد برخلاف همه موازین حقوقی و حقوق بشری، حقوق بین المللی، یک شخصیتی به یه دولتی پیشنهاد میکنه که آذربایجان و ایران رو جدا کنن، ملحق کنن به جمهوری آذربایجان. ببینید پرابرین اون چی که شما در کشور ما ملاحظه میکنید که یکی از اونها همین نامی است که شما بیان کردید، این اتحادیه یا این طرحی که ریخته شده، اینا سرمنشه بیرونی داره، سرمنشه خارجی داره. حالا ما بخش دومش اشاره میکنم که این بخش دوم چیزای گره میخوره در کشور ما. بله، بسیار متشکر، خیلی ممنون. و خب متاسفانه همطور که اشاره فرمودید، تمام این مسائل از اون روز اولش که این طرح‌های خودمختاری و تجدیدطلبی و فدرالیسم مطرح شد، تمام ریشه خارجی داشته که خب یه قسمت جناب‌عالی اشاره فرمودید. حالا من برمیگردم به جناب سعید سرشار، میخوام ببینم که آیا این چیزی که اینها در این نامه‌شون نوشتن و گفتن مطالبات قومی ما در گذشته زیر پا گذاشته شده، من میخواستم ببینم که آیا واقعا در رژیم گذشته این مطالبات قومی این هموطنان ما بوده که زیر پا گذاشته شده؟ آیا چنین چیزی صحت داشته یا فقط همین به قول فرمایش جناب یزدی، فقط اینها توتیوار آنچه را که از مراجع روسیه و رفتم شوروی سابق و اینها بهشون ابلاغ می شده یا القا می شده، منشأش فقط اونا بوده؟ این بحث توی مدت زمان خیلی کوتاه خیلی مشکله که بررسی بشه و نتیجه گرفته بشه. فدرالیسم از نظر من بگم خدمتون، همون تفرقه بیانداز و حکومت کنه که دولت فخیمه نسخه‌ای که برای خاورمیانه به خصوص پیچیدن، که عربستان و این امارات و ایران و افغانستان و عراق و سوریه و بقیه اینا همه دوزون به حساب میان، این همون
تفرقه بیاندازه و من به اصطلاح نتیجه و سرنوشتش همون خواهد بود. این در طی تاریخ 400 سال گذشته از زمانی که انگلستان با کشتی‌های جنگی شروع کرد به کشف بقیه جاهای دنیا و اشغال سرزمین‌های مختلف، از همون موقع این ریشه پیدا کرد و مزدوران قلمزن و اون کسانی که در این مورد تبلیغ میکنن، اینا یه بوقلمونایی هن که اون چه استاد ازل گفت بگو میگوین. و یا وقتی ما برمیگردیم به گذشته نگاه میکنیم، میبینیم همیشه طرح‌ها و نقشه‌ها و توطئه‌های دولت فخیمه بازوی قویی که اجراش کرده همین امریکا اینجا بوده. در مورد ایران بذارین یه نمونه من خدمتتون عرض بکنم. در زمان دکتر مصدق، وقتی آقای جورج مگی معاون وزارت خارجه امریکا دو بار به ایران مسافرت میکنه و حالا به ظاهر یا واقعا حقیقتا میخواسته از حقوق مردم ایران پشتیبانی بکنه که سهم ملت ایران و دولت ایران از نفت ایران 50-50 باشه، مثل قرارداد آرامکو در عربستان که خب انگلستان قبول نمی کردن. و نهایتا این منجر میشه به یک ملاقاتی در لندن که آقای دین راسک به معاونش جورج مگی میگه که تو برو وزارت خارجه انگلستان، موقع که برمیگشته از ایران ببین اینا چی میگن. میرن اونجا، رئیس بی پی یه لوردی بوده، میاد میگه که شما امریکا چی کار داره که دماغش رو تو این قضیه فرو میکنه؟ ایرانیا یه مشت خورجین و الاغ سوارن که اگه بشون یه اینچ بدی یه مایل میخوان. ببینیم در مورد ایران و ایرانی چی فکر میکردن اینا. نهایتا یک قراردادی در همون موقع بین انگلستان و امریکا امضا میشه که امریکا در مورد امور ایران بدون نظر انگلستان اقدامی انجام نمیده. و خب البته ما در روابطمون با امریکا، روابط سیاسیمون، نکات مثبتی هست و یه بدهی‌های به دولت و ملت امریکا داریم از لحاظ پشتیبانی از اقداماتی که در جهت بهبود بهداشت و فرهنگ و آموزش پرورش ایران انجام دادن. و یا در مورد آذربایجان که فشار امریکا مؤثر بود که غلام یحیی و پیشوری و امثال هم پا به فرار بگذارن. و ولی خب ما یه بدهی پیدا اینجا امریکا پیدا کرده نسبت به ملت ایران و اون بدهی پشتیبانی از این آوردن جمهوری اسلامی به ایران بوده که آقای کارتر خمینی را آورد و با توطئه گذاشت در کار. حالا این البته من حاشیه رفتم، ولی ببینید در مورد این آذربایجان اشاره فرمودن جناب یزدی، من موقعی که نوجوان بودم کلاس 5 ابتدایی، پدرم وزارت کشور خدمت میکرد، نزدیک 40 سال خدمت کرد. در رضاییه من کلاس 5 و 6 ابتدایی بودم در دبستان منوچهری و یادم این بعد از به اصطلاح فرار پیشوری و دموکرات‌ها بود از آذربایجان و باور فرمایید به بیش از یک سال تمام هر روز ساز و درنا بود و سوارای عرض کنم کرد و این شاه سوانها و قبایل مختلف آذری می اومدن جلوی یک میدان مجسمه بود در رضاییه، ابراز احساسات به شاهنشاه اون روز محمد رضا شاه و تشکر از اینکه ارتش ایران اومده و این به اصطلاح مزدورا و خائنین فرار کردن. اینو من هیچ وقت فراموش نمی کنم و اصلا یه مقدار از شخصیت من که یک افسری هستم که افتخار می کنم من یک نظامی و یک ایرانی معتقد و یک پانیرانیست معتقد هستم، اینا همش به علت
اون احساسات و اون تربیت و اون آموزشی بود که من در آذربایجان گرفتم. دو موضوع من باید اینجا خدمتتون بگم. یکی این که حدود 10 سال پیش این قرم قرم شروع شد، قبل از این که این بخواد به اصطلاح به رعد و برق برسه، اینا این تمهیدات به این ترتیب شروع میشه. American Enterprise Institute، آقای مایکل لدین که مشاور امنیت ملی یکی دو تا از این رئیس جمهورهای امریکا بوده، کلیمی هم هست ایشون، ایشون رئیس چیز بود در اون زمان، American Enterprise Institute بود، دعوت کرده بود از یه عده که بیان در مورد فدرالیسم و اقوام مختلف ایران صحبت بکنن. من رفتم اونجا با آقای فاطماغری چون یه چند نفر از دوستان، آقای گنجی هم اومده بودن اونجا که یه موقعی وزیر بودن تو ایران، و یه آقای به نام الدایی اومد اونجا اصرار کرد که من عرب ایران به اصطلاح خوزستانی هم، بله من استاد یکی از این دانشگاه‌های رده ششم هفتم در امریکا، و شروع کرد که در زمان محمد رضا شاه من شاگرد اول شدم و بایستی من رو به خارج برای ادامه تحصیل طبق قانون میفرستادن و نفرستادن منو، من چون عرب بودم، و وقتی اعتراض کردم منو زندانی کردن، که من فوری به اصطلاح جواب ایشون رو دادم. البته آقای گنجی هم خیلی خوب صحبت کرد و یک جایی این آقای الدایی خودش کار رو خراب کرد، یه تاریخی که گفت و گفت همین آقای گنجی هم وزیر بود، من رفتم و مراجعه کردم، گنجی گفت من اون تاریخ اصلا وزیر نبودم، تو اون وزارتخونه هم نبودم. معلوم شد این بابا دروغ میگه. و بعد وقتی من صحبت کردم گفتم ایشون مسلماً جزء گروه های خرابکار بوده و طبق قوانین ایران و طبق قانون اساسی ایران مقدمین بر علیه حکومت محاکمه میشن و اگر جرمی مرتکب شده باشن محکوم میشن، و اما هیچ وقت ایشون نه محکومیتی پیدا کرده نه زندانی رفته به هر حال. و من نگاه کردم دیدم یه تعداد فیلمبردار و خبرنگار هستن که لباس‌های اینها و قیافه‌های اینا نمیخورد به قیافه‌های امریکایی و تلویزیون‌های امریکایی. بعد دقت کردم دیدم اینا آذری صحبت میکنن. من چون اون دو سالی که آذربایجان دو سال بیشتر بودم، آذری رو بسیار خوب بلدم و خوبم صحبت میکنم، و فهمیدم اینا از باکو اومدن. آخه ببینین از باکو یک گروه 10-15 نفری با تلویزیون نمیدونم با دوربینای مختلف اومدن تو American Enterprise Institute، مسئله که مربوط به ایرانه اینا فیلم برداری کنن ضبط کنن. پول و هزینه اینو کی داده؟ مسلما این علیف داده، علیف پسر. اینایی که تا زمانی که شوروی بود با نون سیاه و کالباس نمیدونم 3 سال مونده اگه گیرشون میومد غذا میخوردن و زندگی میکردن، حالا آقای علیف در دبی برای پسرش یک ساختمون 70 میلیون دلاری خریده که اینم واشنگتن پست نوشته، من نمیگم. و الانم با شرکت با بی پی و به اصطلاح خوردن و چاپیدن ثروت آذربایجان میان در ایران در استادیوم تبریز، خب به یه دی جوان نادان ناآگاه پول میدن که بگن آذربایجان بیرستون پایتختی باکو هستون، نه خیر پایتختی تهران هستون، و اون آذربایجان باید بیاد جزو مام وطن آذربایجان جنوبی قرار بگیره. الان آذربایجان عربستانه که بدترین نوع حکومت داره، بدترین شقی ترین آدم ها اونجا الان حاکمن. باز من یادم میاد یه زمانی ولیعت اینا اون ملک فهد اومده بود ایران و آوردنش کارخونه ایران ناسیونال، و این آقا که پادشاه این کشور بود اومد براش فرش قرمز انداختن، یک اخطوف انداخت رو قالی قرمز، و خب یک دو تا هم از این لباس بلندا لباس سفیدا خنجر به کمرا اومدن اون رو توفه این رو پاک کردن، و هنوز نشسته بوی الکل هم از چند متریش می اومد. این کشور میاد خب به مجاهدین خلق پول میده، هزینه میده که اینا میلیون ها میلیون ها میگیرن و در پاریس مثلا مهمونی 2000 نفره میدن.
بسیار متشکر. عرض کنم که خب همینطوری که سرشار فرمودن وقت بسیار کوتاه، ما به همین دلیل هم هست که این برنامه رو در دو هفته دیگه هم با شما و دوستان دیگه اجرا خواهیم کرد. در این قسمتی که مطرح فرمودید که قابل جدا کردن نیستن کرد و آذری در مناطق مختلف، حالا نغمه جدیدی ساز کردن و اون از اسمش گذاشتن فدرال غیر قومی، یعنی استانی، یعنی هر استانی برای خودش یه واحد سیاسی بشه. البته در آینده راجعش خیلی صحبت خواهیم کرد. بسیار متشکرم، سپاسگزارم. بعد خدمتتون بدرود عرض میکنم جناب یزدی، جناب تن سرشار، ان شاء الله تا برنامه‌های بعدی. خیلی ممنون، سپاسگزار از تشریف ما که در جناب علی و جناب سرشار خداحافظی میکنم. بدرود پاینده ایران. متشکرم. جناب سرنگ سرشار، خدمت جناب علی هم بدرود عرض میکنم. منم از جناب علی خداحافظی میکنم. بدرود پاینده قربان شما دکتر. بدرود پاینده ایران. بله، بینندگان عزیز، اگر نسبت به بیانات دوستان که حتما دوستان نظراتی خواهند داشت، لطف بفرمایید به این تلفن 650-619-76-23 و یا 832-277-77-48 تلفن بفرمایید و راهنمایی بفرمایید. بسیار متشکر. چون وقت ما تمام هست، با تشکر از همه بینندگان، خدمت بینندگان بدرود عرض میکنم. پاینده ایران، جاوید ملت بزرگ ایران. چنگ و دندان گشایی، ما یار جان باختگان.